پس از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان، در بیش از 18 ولایت کشور شوراهای علما ایجاد شده است. امارت اسلامی که نقش شوراهای علما را در کشور مهم میپندارد، میافزاید که تلاش میشود تا در سراسر کشور شوراهای علما ایجاد شود. اما سودمندی و ماموریت‌های شوراهای علما در کشور چی خواهد بود؟ بولی بسیار مهم، بولی مثل یک پل بین مردم و حکومت ایپا کنند و امیدوار هستیم که عدالت بسیار تامین خواهد شد، مردم مطمئن‌تر خواهد شدن و صدای مردم به گوش حکومت و همچنان برنامه‌های حکومت به مردم آسان خواهد رسید. به گفته سخنگوی امارت اسلامی، این شوراها متشکل از بزرگان قوم، مستبدان و عالمان دین است و رسیدگی به مشکلات حل ناشده مردم بخشی از کار آنان خواهد بود. همزمان با این، شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که اعضای این شوراها باید در کنار برخی از مسئولیت‌هایشان در تدوین قانون اساسی و ساختارهای نظام نیز تلاش ورزند. شورای علما در پهلوی مشوره‌دهی و نظارت از امور مقامات در سطح ولایات باید در خصوص تدوین قانون اساسی و ساختارهای نظام هم باید تلاش بکنند. در حال حاضر فکر میشه فاصله حکومت با مردم بیشتر است و شورای علما من حیث یک نهاد مشورتی بتانه حاکمیت موجود را در این عرصه مشوره بده و همکاری بکنه. با این همه شهروندان کشور نیز در این باره دیدگاه های گوناگون دارند. دوی ته دغه صلاحیت ورکړ چې دوی د خپل کومک چې خلکو سره کوي دغه باید ښه په صحیح سره اجرا کړي او دوی ته صلاحیت ورکړي. دغه غوښتنه موږ لرو د امارت اسلامي سره چې د خلکو مشکلاتونه دغه صلاحیت د علما او شورا ته ورکړي چې د خلکو مشکلاتونه ورحل کړي. شورای علما به فرمان رهبر امارت اسلامی در نزدیک به 20 ولایت کشور ایجاد شده است. رهبر امارت اسلامی در فرمانهای جداگانه گفته است که اعضا و مسئولان این شوراها مأمورند تا بر بنیاد لایحه خود برای بهبود مسائل در درون کشور به مسئولان محلی بر بنیاد شریعت مشوره بدهند.